من مرتب به بیمارستان تلفن می زدم و حال علی را جویا می شدم. او هم مدام از اوضاع و احوال شهر می پرسید. نگران بود. وقتی خبر شهادت سید جعفر موسوی را در درگیری‌های مرزی به او گفتم، حس کردم چقدر ناراحت شده است. صدایش به وضوح می لرزید. از آن به بعد نمی خواستم خبرهایی که علی را نگران می کند به او بگویم. شبها که می رفتیم پشت بام می خوابیدیم، توی تاریکی تیرهایی را که بین نیروهای ما و عراقی رد و بدل می شد می دیدم. آنطور که از بابا می شنیدم، نیروهای ما سعی می کردن بهانه‌ای به دست آنها ندهند و شلیکشان را بی پاسخ بگذارند. تعرضات آنها به جایی رسیده بود که با قایق‌های نظامیشان وارد آب‌های ما می شدند. به خشکی می آمدند و به مواضع ما ضربه می زدند. کم کم بچه‌های ما ناچار شدند با آنها مقابله کنند. روز 31 شهریور ماه همه منتظر بودند فردا برسد و بچه‌ها به مدرسه بروند. توی خانه ما هم سعید می رفت کلاس اول ابتدایی، حسن سوم ابتدایی و منصور اول راهنمایی. از چند روز قبل بابا پول داده بود برایشان خرید کنیم. من هم پسرها رو برداشتم و رفتم فلکه دروازه. برایشان به اندازه پولی که داشتیم خرید کردم. بچه ها مخصوصا سعید از چیزهایی که برایشان خریدم ذوق می کردن. شب هم بچه ها رو به هوای اینکه صبح اول وقت بلند شوند زود می خواباندم. فردا صبح بعد از اینکه نمازم را خواندم و سفره صبحانه را چیدم، بچه‌ها را از خواب بیدار کردم. توی مسیر همانطور که دست سعید را گرفته بودم، به این طرف و آن طرف نگاه می‌کردم. عجیب بود. خیابان‌ها به نظرم خیلی خلوت بود و هیچ بچه‌ای دیده نمی‌شد. به مدرسه که رسیدم در بسته بود. تا خواستم در بزنم، یکی از همسایه‌ها را دیدم. سلام کردم و پرسیدم: چرا در مدرسه بسته است؟ گفت: مگه نمیدونی؟ دیشب عراق شهر رو بمبارون کرده. با تعجب پرسیدم: کی؟ گفت: نصف شب. بچه ها را سریع به خانه برگرداندم و خودم به سر خیابان برگشتم تا شاید کسی را ببینم و خبری بگیرم. همینطور که سرگردان بودم، احلام انصاری یکی از همکلاسی های دوران ابتدایم را دیدم. احلام گریه میکرد. تمام صورتش قرمز شده بود. رفتم جلو و با اینکه مدت‌ها بود او را ندیده بودم، بدون هیچ حرف دیگری پرسیدم: احلام چی شده؟ چرا گریه می‌کنی؟ احلام در حالی که نمی‌توانست جلوی حقیق گریه‌اش را بگیرد گفت: خونمون رو زدن و دایم دیشب مهمونمون بود. توی خواب شهید شد. خیلی ناراحت شدم. از احلام جدا شدم و راه افتادم طرف بیمارستان مصدق. هیچ ماشینی نبود سوار شدم. از فلکه اردیبهشت هرچی به فلکه فرمانداری نزدیکتر می شدم، تردد ماشین ها و آمبولانس هایی که به سرعت به سمت بیمارستان می رفتن بیشتر می شد. فلکه فرمانداری را که رد کردم، ازدحام جمعیت را در پشت بیمارستان مصدق دیدم. تجمع این همه آدم اونجا برایم عجیب بود. هرچی نزدیکتر می شدم، صدای گریه و زاری و جیغ و فریادها را بلندتر می شنیدم و مردم عزادار را می‌دیدم که به سر و سینه می‌زدند و اسم عزیزانشان را می‌آوردند. به در نرده بیمارستان نزدیک شده بودند که یک دفعه نگهبان‌ها در را باز کردند و جمعیت با فشار توی بیمارستان ریخت. هر کس به سمتی می‌دوید. صدای همهمه و هیاهو بیشتر شده بود. توی بیمارستان قیامتی برپا بود. جلوی در اورژانس نگهبان خطاب به کسانی که اصرار داشتند داخل بروند می‌گفت: اون تو شلوغه، کجا می‌خواید بریم؟ بدتر دست و پا گیر میشید. همونجا منتظر ماندم. یک لحظه که نگهبان از جلو در کنار رفت دویدم تو. نگهبان متوجه شد و صدایم کرد. چند قدم هم دنبالم دوید. من جواب ندادم و سریع خودم را توی شلوغی آنجا گم کردم. توی سالن بیمارستان رده های خون از جلوی در ورودی تا داخل اتاقها کشیده شده بود. روی خونا اثر کفش دیده میشد. قبلا کف سالن از شدت تمیزی نور مهتابی ها را منعکس می کرد و تنها بوی الکل و صابلون بود که حس می شد. اما حالا بوی خاک و خون و بارودی که فضا را پر کرده بود مشامم را به شدت آزار می داد. این بار پرستارها برخلاف همیشه که شیک پوش و مرتب بودند، به خاطر شدت کار طور دیگری دیدم. از آن قیافه های آرایش کرده و لباس های سفید و کفش های تمیزشان خبری نبود. دکترها سراسیمه و با شتاب کار انجام می دادند. داخل اتاقها مملو و از مجروح بود.
مجروحانی که کنار دیوار راهروها خوابانده بودند از کیسه های سرومی که با میخ به دیوار زده شده بودند دارو می گرفتند. نگاه اکثرشان بیروح و بیرمق بود. به نظر می رسید از شدت خونریزی به این حال افتادند. بعضی ها هم ناله می کردند. به دادم برسید، دارم می میرم. مردی که داد و هوا را انداخته بود جراحتش بدتر از بقیه نبود. فقط به نظر می رسید داد و قالش از ترس باشد. حتی مجروحین هم اتاقیش به او اعتراض می کردن که ساکت باش، اول باید به آنهایی که حالشان بدتر است برسند، نوبت تو هم می شود. بیشتر مجروحها بدون هیچ زیراندازی روی زمین بودند. بالای سر بعضی هاشان همراهی بود که سرم را بالا نگه داشته بود. از سکوتی که تا قبل از این دربخش حاکم بود و با آدم آرامش می داد خبری نبود. از سر ناچاری بالای سر تک تک مجروحین رفتم و پرسیدم اگه کاری داریم بگی من براتون انجام بدم، یا اگه چیزی میخواین براتون بیارم. بیشترشان به خاطر خونریزی زیاد آتش داشتند و آب میخواستند. بیچاره دکترها هم نمیدانستند به کدامشان برسند. وقتی میدیدم در حال کار روی مجروح بدحالتری هستند از حرف زدن پشیمان میشدم. همانطور که توی راهرو سرگردان بودم صدای ناله زنی مرا به طرف خودش کشاند. نگاهش کردم. زن لاغرندامی بود که صدایش با چهرهش نمیخواند. حال روز خوبی نداشت. باندهای دور سرش را که عمودی و افقی بسته بودن غرق خون بود و پاهایش هم در آتل بود. دستهایش را گرفتم، لای چشمانش را باز کردم و نگاهم کرد. پرسیدم چیزی میخوای؟ چه کار میتونم برات بکنم؟ برو دکتر بیار. درد دارم. سرم داره میترکه. چشام داره از کاسه در میاد. گفتم بهت مسکن نزدن؟ گفت فایده نداره. از فشاری که به دستم میداد میفهمیدم داره درد به خودش میپیچه. گفتم سعی کن بخوابی، اینطوری درد کمرت کمتر میشه، منم میرم دنبال دکتر. چشمش رو بست و خیلی بیرمق گفت از زور درد نمیتونم بخوابم. از بالای سرش بلند شدم. سرم رو که برگردونم پرستار رو دیدم که چند سرم در دست را دو از یک از اتاقها بیرون میاد. ببخشید اون خانمی که اونجا خوابیده خیلی درد داره، میشه کاری براش بکنی؟ گفت چه کار کنم؟ از صبح تا حالا؟ مکس کرد و دوباره گفت از دیشب تا حالا پدر هممون در اومده، ما هم داریم از پادرد و سردرد میمیریم، نیروهامون کمن، اینا هم که یکی دوتا نیستن، باید تحمل کنه. کمی آن طرفتر از زنی که دکتر خواسته بود دختر بچه 3-4 ساله رو دیدم. مادرش بالای سرش نشسته بود و با هر جیغ بچه سر او رو از روی پتو بلند میکرد و توی بغلش میفشرد و گریه میکرد. باند و انگشتان متورم بچه خونی بود. رفتم کنارش، نگاش کردم. دختر قشنگی بود، صورت ظریف و ریزنقشی داشت، موهای بور ولی جوریدهش تا روی شانه‌هایش پایین آمده بود. به مادرش که از هول با لباس خانه به بیمارستان آمده بود گفتم روی پاهاش چیزی بکش، پاهاش رو که خونی ببینه میترسه و جیغ میکشه. زن با گریه گفت چیزی ندارم، میبینی که خودم چجوری اومدم. گفتم اشکالی نداره، یه گوشه همین پتو رو که زیرش انداختیم رو پاهاش بنداز. یک دفعه شنیدم مردی میپرسه کجا باید برم خون بدم. با این حرف از جا پریدم. دنبال مردی که این حرف رو زده بود دویدم و پشت سر اون وارد اتاق شدم که پر از کمدهای بزرگ ویتریندار فلزی بود. پرستاری هم در حال قیچی کردن چسب و زدن آنها به لبه ترالی بود. زودتر از اون مرد پرسیدم من میخوام خون بدم، کجا باید برم؟ پرستار سرشو بالا آورد و پرسید چند سالته؟ گفتم 17 سالم تمام نشده. گفت نمیشه، نمیتونی خون بدی، از تو خون نمیگیرم. گفتم مگه من چمه؟ گفت سنت زیر 18 ساله، لاغرم که هستی، خون رو از افراد بالای 18 سال میگیرم، تازه اگه وزنشون مناسب باشه. خیلی ناراحت شدم. فکر کردم برم خونه و با همفکری بابام کاری بکنم. با این تصمیم رو هم رو کشیدم تا از بخش خارج شم. جلوی در یکی از اتاقها که رسیدم دیدم پرستاری سرشو بیرون آورد و گفت آقای بگو مسئول سردخونه بیاد، یکی اینجا تموم کرده منتقلش کنن سردخونه. دویدم توی حیات. زنها و مردهای زیادی پشت در سردخونه ایستاده بودند و به سر صورت خودشون می‌زدند و اسم شهدایشان صدا می‌کردند.
مردی هم جلوی در ایستاده بود و به مردم اجازه نمیداد داخل سردخانه هجوم ببرند. مدام میگفت چه اینطوری ازدحام میکنید؟ بالاخره همین ها رو منتقل میکنن جنت آباد. هر کی میخواد شهیدش رو تحویل بگیره بره اونجا. از بیمارستان خارج شده و به سمت فلکه فرمانداری اومده. داشتم از کنار فروشگاه مبل مرادی میگذشتم که پیکان سفید رنگی رد شد. دست تکون دادم. نگه داشت. فقط دوتا مسافر زن سوار بودند. راننده پرسید کجا میری؟ گفتم مستقیم میخوام برم جنت آباد. گفت ما تا دم در مسجد جامع میریم. دم گل فروشی محمدی از ماشین پیاده شدم و به راننده پول دادم. قبول نکرد و گفت صلوات بفرست. تشکر کردم و از خیابان اردیبهشت به سمت جنت آباد سرازیر شدم. جنت آباد نزدیک خونمون بود. بارها به اونجا رفته بودم و چندان از فضای قبرستان و جنازه نمی ترسیدم. یادم افتاد یه بار که با داو و زینب از خونه دایی در محله پارس آبین برمیگشتیم، بعد از جاده کمربندی و کنار جنت آباد میگذشتیم تا به خونمون برسیم. هرچه کنار جاده ایستادیم تاکسی گیرمون نیومد. هوا رو به تاریکی میرفت و زینب که خسته شده بود نق میزد. ناچار پیاده را افتادیم. نزدیک های جنت آباد که رسیدیم، برای اینکه راهمان کوتاه‌تر شود گفتم دا بیا توی قبرستون میون بر بزنیم. دا گفت خوب نیست دم غروبی از تو قبرستون رد بشیم، اونم وسط هفته. گفتم چه اشکالی داره؟ اینا که اینجا خوابیدن یه روز مثل ما بودن. بعد راهم رو کشیدم و داخل قبرستون شدم. دا هم به ناچار دنبالم اومد. حرفایی رو که از بچه های کوچه درباره ترسناک بودن قبرستون شنیده بودم رو به خاطر می آوردم، ولی نمی ترسیدم. همونطور که بین قبرها را می رفتم متوجه شدم بند کفشم باز شده. وقتی نشستم تا اونو ببندم، در اون تاریک و روشنی چشمم به تابوتی افتاد که در چند قدمی اون قرار داشت. کنجکاو شدم توی تابوت رو ببینم. دعا متوجه شد و گفت چی کار تابوت داری؟ بیا زودتر از اینجا بریم. گفتم صبر کن میام. بعد در تابوت رو کمی بلند کردم. توی اون مرده کفن کرده بود. دعا که بدجوری ترسیده بود منتظرم نایستاد و رفت. منم سری فاتحه‌ای برای مرده خوندم و دنبال دعا دویدم. سمت غسالخانه که رسیدم وانت وارد قبرستون شد. بیا میخواستن مرده رو جای دیگری منتقل کنند. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها ترس دارم از شب نور را پنجره